کارگران مشغول کارند. سنگ ها یکی یکی روی هم قرار می گیرند تا سد باستانی جره روی رودخانه رودزرد ساخته شود. سدی که در زمان ساسانیان یعنی 1700 سال پیش ساخته شد تا آب را به مناطقی از خوزستان امروز برساند و مزارع و دشت ها را سیراب کند. سازه بزرگ ساخته شده از سنگ و ساروج که یادگاری مهم از ساخت و سازهای صنعتی در ایران باستان بود و قرنهای زیادی هم پا بر جا ماند. اما نگذاشتند این یادگار تاریخی ایران همچنان بر جا بماند. آن را زیر آب غرق کردند و مخالفان تخریبش را دشمن خواندند. علی‌رغم فشارهای دشمنان، مانعی برای پیشرفت ملت ایران وجود ندارد. این جمله را مجید نامجو، وزیر نیروی دولت احمدی نژاد، زمانی گفت که سد خاکی جره در شمال شرق رام هرمز به بهره برداری رسید. سال 1392 و روی رود زرد رود. سدی که یکی از مهمترین آثار بجامانده از ایران باستان را زیر آب برد. پلبندی که احتمال دادند به دستور شاپور یکم ساسانی ساخته شده بود. سدی که پس از گذشت 1700 سال هنوز پابرجا بود. آب در شکلگیری تمدن‌ها اهمیت زیادی داشته و ایرانیان باستان برای آن ارزش بسیاری قائل بودند. در فلات ایران که عموماً منطقه‌ای نیمه خشک و خشک است، همیشه تأمین آب دغدغه‌ای جدی برای حکومت‌ها بوده. از آثار بجامانده مشخص است که ساسانیان در تأمین آب برای شهرها و روستاها بسیار پیشرو بودند و سازه‌هایی برای این کار ساختند که به گفته پژوهشگران هنوز هم نوآورانه و خلاقانه به حساب می‌آیند. مثلا سازه‌های آبی شوشتر که در زمان آنها ساخته شده و در روزگار صنعتی امروز هم از شگفت‌انگیزترین سازوکارهای آبرسانی در دنیاست. سیستمی از سدها، پلها و تونلها که آسیابهای بزرگ را برای آرد کردن گندم و جو می‌چرخانده، دشت میان آب را برای کشاورزی سیراب می‌کرده و در انتها دریاچه‌ای می‌ساخته تا قطره‌ای از آب هم بی‌دلیل هدر نرود. ساخت سدهای بزرگ مثل ایزدخواست و جره هم یکی از دستاوردهای صنعتی آن روزگار است. سازه هایی که نمونه قدیمی ترشان را میتوان در سد ساخته شده به فرمان داریوش اول هخامنشی دید. سدی که 2500 سال پیش در مرودشت و در جنوب روستای درودزن امروز ساخته شد. سازه باستانی که هنوز هم بقایایش بر جا مانده. چون وقتی قرار شد در سال 1351 سد جدیدی بر این رود احداث شود، حفظ این سد باستانی را هم در دستور کار گذاشتند. کاری که 4 دهه بعدش دقیقاً برعکس آن را برای سد جره ساسانی انجام دادند. سد جره در اصل پلبند بوده، هم پلی برای عبور و هم سدی برای بند کردن و کنترل آب. ساخت این سازه در روزگار خودش کاری بسیار درخشان و اساسی به حساب می آمده. سدی که ضخامت آن بین 3 تا 5 متر متغیر بوده، 89 متر طول داشته و ارتفاعش به 19 متر می رسیده. سدی که با ماس سنگ و ملات ساروج آهکی و گچی ساخته شد و روش کارش به این صورت بود که وقتی ارتفاع آب پشت آن رفته رفته بالا می آمد، به تونل هایی می رسید که در دو سمت بالای آن ساخته بودند و آب از آنجا به سمت زمین های زراعی سرازیر می شد. ساسانیان در فاز دوم گسترش سد جره تونل های آبرسان آن را به شبکه ای از قنات های رودخانه ای متصل کردند و آبرسانی از این پلبند به زمین‌هایی میسر شد که فاصله بیشتری تا رودخانه داشتند.
پس ساخت و ساز خانه اطراف این سد و آبراه آن رونق گرفت و تا قرنهای بعدی هم ادامه پیدا کرد. وجود محوطه‌ای مسکونی از دوره ساسانی و خانه‌های بجامانده از دوره‌های صفوی و قاجار در اطراف این سد نشان می‌دهد که این آبادانی تا سال‌ها به صورت مستمر ادامه داشته. می‌دانیم که این سد نه تنها سال‌ها پا بر جا مانده بود، بلکه کارکرد خود را حفظ کرده و 1700 سال پس از ساخت، یعنی تا دهه 70 خورشیدی هم همچنان به مزارع کشاورزی آبرسانی می کرد. اما از آنجا که لایروبی آن با ماشین‌های مکانیکی امروز میسر نبود و ساز و کارش قدیمی شده بود، تصمیم گرفتند تا سد جدیدی در همین منطقه بسازند. اواخر دهه 70 بود که زمزمه ساخت این سد جدید به گوش رسید، طرحی که برای بررسی بیشتر متوقف ماند تا سال 1384 که وزارت نیروی دولت احمدی نژاد برای ساخت آن اصرار کرد. مطالعات اولیه نشان داد که با ساخت سد جدید، سد ساسانی زیر آب خواهد رفت و همراه آن تعدادی کاریز تاریخی، چند گوردخمه باستانی و همچنین محوطه مسکونی ساسانی و خانه‌هایی که از دوران صفوی و قاجار در کنار آن باقی مانده بود هم تخریب خواهد شد. یعنی بافتی تاریخی که نمونه‌اش در ایران بسیار نادر است. همین موضوع اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را بلند کرد. با شروع اعتراض‌ها بازدید از سد و محوطه اطراف آن ممنوع شد. یک سال که گذشت دیگر اثری از محوطه ساسانی و خانه‌های تاریخی نمانده بود و وزارت نیرو همه را خراب کرده بود. اما این امید وجود داشت که شاید بتوان سد ساسانی را زنده نگه داشت. از آنجا که سد ساسانی جره سال 1378 در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، سازمان وقت میراث فرهنگی وظیفه داشت از آن حفاظت کند. پس با مذاکره میان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی قرار شد کار مطالعاتی روی سد انجام شود. مدیران میراث فرهنگی خوزستان خبر می‌دادند که نمونه‌هایی از مصالح سد برای تعیین عمر به انگلیس فرستاده شده و تیمی هم برای بررسی این بنای باستانی کار خود را آغاز کرده. ما حالا در سال 1385 هستیم و همینجا این نکته را بدانید که نتایج این مطالعات هیچ وقت منتشر نشد. وزارت نیرو مشغول ساخت سد جدید بود و میراث فرهنگی هم مدام از نبودن مطالعات می گفت. در این بین برخی مسئولان وزارت نیرو هم از بریدن پایه‌های سد ساسانی و انتقال آن به نقطه دیگر می گفتند و راهکارهای عجیبی مثل ساخت دیوار بتونی دور تا دور این اثر باستانی برای نجات آن ارائه می دادند. زمان می گذشت و مدیران و مسئولان با طرح‌های عجیب و غیر ممکن خود تلاش می کردند رسانه ها و مردم را سرگرم کنند. نهایتاً دوم اردیبهشت ماه سال 1392 سد جدید آبگیری شد و سد باستانی ایران را غرق کرد. سدی که از مهمترین آثار به جا مانده از دوره ساسانی بود و گفته شده به فرمان شاپور یکم دومین پادشاه این سلسله ساخته شده. پس از این جنگ، نبرد ادسا که میان ارتش ساسانیان به فرماندهی شاپور اول و ارتش روم به رهبری والریان امپراتور آن رخ داد، در محلی که امروز شهر شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه است. سپاه ساسانیان رومی ها را محاصره کردند و امپراتور، فرماندهان، اعضای سنا و بسیاری از سربازان آن امپراتوری را به اسارت گرفتند. این نقشی است از آن نبرد، نقش برجسته‌ای که روی صخره کندند در محوطه باستانی نقش رستم، نقشی از شاپور یکم ساسانی که روی اسب نشسته شمشیر بلند خود را در غلاف کرده و دستان والریان امپراتور روم را به نشانه اسارت او گرفته. مورخان نوشتند که به فرمان همین شاه، یعنی شاپور یکم،
رومیان موظف شدند تا در مقابل غرامت جنگ به ساخت و ساز در ایران مشغول باشند. برخی محققان سد ساسانی جره را یکی از آثاری می دانند که به دست همین اسرای رومی ساخته شده. بنای تاریخی مهمی که پشت دریاچه سد جدید جره غرق شد و مجید نامجو وزیر وقت نیرو هم که برای این آبگیری آمده بود این طور گفت که علی‌رغم فشارهای دشمنان مانعی برای پیشرفت ملت ایران وجود ندارد. می شد سد ساسانی را حفظ کرد، همچنان که با ساخت سد جدید سد دوریه داریوش هخامنشی حفظ مانده بود. اما مدیران جمهوری اسلامی ترجیح دادند هم اثری تاریخی را غرق کنند، هم کسانی را دشمن بنامند که خواهان حفظ آثار تاریخی ایران هستند. اتفاقی که به دفعات در این سالها رخ داده است.